درود خدمت شما بزرگواران در مورد حمله دیروز منتصب به نیروهای مقاومت به پایگاه نظامی امریکا در اردن باید به چند نکته اشاره کنیم ببینید همزمان که اجلاس فرانسه برای اجلاس پاریس برای صلح میان حماس و اسرائیل در جریان بود نتانیاهو در داخل هم تحت فشار بود چون اگر نتانیاهو شرایط دو کشوری رو بپذیره کابینه ساقط خواهد شد و اعتلاف یهودیان افراطی از کابینه خارج خواهند شد و این پایان نتانیاهو یعنی با این برصورت حکمی هم که در دادگاه برصورت لاهه علیه صادر شده از نظر سیاسی به پایان خودش نزدیک میشه برای همین در تلاش هستش که به واسطه نیروهایی که در داخل ایران دارن این جنگ رو همیشه گسترش بدن تا بر صورت بتوانند سر به زنگاه شاید از فرصت استفاده کنن برای همین وقتی بر پازل ها رو کنار هم میچینید میبینیم که خب منفعت اسرائیل از حمله دی به حال دیروز به اردن به قول معروف بیشتر بود و این اولین باره که وقتی رصد میکنیم که این از 7 اکتبر تا الان که بالای هفتاد تا نیروهای به اصطلاح مقاومت حمله کردن به پایگاه های امریکایی این اولین باره که پایگاهی در اردن هدف قرار گرفت و به نظر میرسه که جو بایدن این حمله رو بیپاسخ نگذاره و به سه نقطه محتملا حمله خواهد کرد سوریه، لبنان، عراق و با اتفاقاتی که در عراق افتاد با حمله که بر صورت سپاه کرد و یک تاجر کرد رو به اصطلاح که مهره موساد بود کش که دروغ میگفت اون همون در برنامه قبلی هم گفتم اون تاجر به واسطه کشمکش های داخلی یک پروژه به سپاه دادن که علاوه بر اون که به صورت در داخل به عنوان اقتدار بفروشه برصورت اون هزینه و اون پول رو هم بگیره و یک رقیب رو در بازی های کردستان برصورت بین سلیمانیه و اربیل همیشه جنگ هست برطرف کنه با اتفاقاتی که در عراق افتاده و مخصوصا بعد از بازی امروز که الان وقتی که رسانه های عراقی رو مرور میکنم میبینم که جو ضد ایرانی بیشتر و بیشتر می شده و همه بر این باور هستند که ایرانی ها حتی در ورزش در اقتصاد در کشاورزی حق ما رو خوردن و اگر حمله ای که جو بایدن در عراق انجام بده و باعث بشه که این حس نفرتی که از جمهوری اسلامی در عراق هست گسترده تر بشه بازی عراض ولایی در عراق تقریبا تمام خواهد شد یعنی دیگر حتی کسانی که در حال حاضر نزدیک جمهوری اسلامی هستند به خاطر این افتضاحی که جمهوری اسلامی در منطقه داره برای نیروهاش بازی میکنه سعی میکنن دور بشن بر صورت امریکا بر صورت فرق نمی کنه جو بایدن باشه یا ترامپ باشه یک سیستمی هست که به واسطه اون مدیریت میشه یعنی اینا با حزب سلیمانی و حزب حزب الله محور مقاومت هشت شبی و ارزان بزرگ شما حوسی ها به قول معروف این چار اچی ای که در خاور میانه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند داره یواش شواش زخم کاری رو زخم های کاری اما کوچیک رو به جمهوری اسلامی میزنه منظور از جمهوری اسلامی ارازش های ولایی نزدیک به اسرائیل هستش یعنی این رو به شما یاد داشته باشین الان هم در اخبار که میبینین مقامات امریکایی میگن ما با جمهوری اسلامی جنگ نداریم ولی این جمهوری اسلامی رو شما جدا از سپاه بدونید جمهوری اسلامی در حال حاضر اشتراک امریکا و انگلستان هست اما سپاه عملا در اختیار یهودیان افراطی است و تلاش میکنن در آینده بعد از خامنه ای این گروه های افراتی رو حذف کنن و همونطور هم که از 7 اکتبر این بازی شروع شد ما خدمت شما عرض کردیم گفتیم که حماس حذف میشه بعد از اون حزب الله تضعیف میشه و حسن نصر الله رو از سر راه برمیدارن به سراغ حوسی ها خواهند رفت و نهایتا به تهران خواهند آمد و ارازش ولایی رو حذف خواهند کرد در لایو چند روز پیش هم گفتیم که بر صورت باید اجماع انگلستان و امریکا بر صورت نفر بعد خامنه ای مشخص میشه یا بر صورت انگلستان میتونه دست برتر رو بگیره یا اینکه برخلاف سال 92 و 96 که توانست روحانی رو در عرصه سیاست نگه داره و البته بر صورت اون هماهنگی هایی که در پشت صحنه داشت این بار هم باید ببینیم امریکا میتونه بیشتر بر صورت نفوذ خودش رو در ایران بیشتر کنه چون در حال حاضر هیچ نیرویی مردمی وجود نداره جمهوری اسلامی عملا با خلع مهر رو به روز و مهره هایی که امروز می توانند قدرت رو در داخل ایران کنترل کنند فقط نظامی ها هستند و نظامی ها هم علال خصوص سپاهی سپاهیان مشروط محبوبیت آنچنانی ندارن ولی خب محبوبیت نیروهای نظامی کماکان نسبت به آخوندها بیشتر هست در جامعه و این دسته برتر امریکا نسبت به انگلستان هست این یک مختصری بود در مورد حمله نیروهای به اصطلاح نیوبتی به مقر نیروهای امریکایی در اردن و باید منتظر باشیم که بالاخره این اتفاق خواهد افتاد یا امشب یا فردا بالاخره این, حمله آغاز خواهد شد ولی این رو یاد داشته باشین چه زمان ترامپ چه زمان بایدن در زمان ترامپ هم ایران به برصورت پالایشگاه آرامکا حمله کرد پهباد امریکایی را انداخت و نهایتا به این ولسط حمله کرد هیچ واکنشی به قول معروف علیهش صورت نگرفت اون که ترامپ بود هم گفت من میزنم در زمان بایدن هم همینه چون به صورت جمهوری اسلامی مهره خودشونه و نمیتونن اینجوری بر صورت با جنگ از منطقه دورشون چون اهداف بلند مدتی که همکان دارن ولی خب با تغییر ظاهر جمهوری اسلامی نه این ظاهری که منفوریت رو در بین مردم خودش داره و یه نکته دیگه هم که باید خدمت شما عرض کنیم در زمان ترامپ اگر یاد داشته باشین اومده اعلام کردش که 52 نقطه رو میزنیم و زمانی که پهباد امریکایی رو زدن اولا یک دستی از آستین بیرون اومد و به پترام گفت حمله نکنیم در زمان بایدن هم محتملا همین خواهد شد ولی به هر دلیلی اگر برشا احتمالش کم نیست پایگاه های سپا در داخل ایران رو هدف قرار بده یک ضرب شستی هست به عرازش ولایی که تلاش میکنن که حاکمیت به کامل رو داشته باشن و همه اینها هم مربوط خواهد شد به بازی که در غزه رقم خواهد خورد اسرائیل تا اول فوریه به لبنان فرصت به حزب الله فرصت داده که از مرسا دور شه تقریبا 24 ساعت دیگه به اون فرصت 48 ساعت مونده و باید دید جنگ در اون جبهه شروع میشه یا نه منتظر این اخبار باشیم ولی خب بدونید که حمله به پایگاه نیروهای امریکایی در اردن بیشتر از اون که برای جمهوری اسلامی ها منفعت داشته باشه که الان منفعت نداشت برای اسرائیل به علاوه هایز اهمیت این باعث میشه که اون فشاری که جمهوری خواهانی که به حامی اسرائیل هم هستند روی ترامپ یارن تلاش میکنن که یک جنگ علیه ایران علیه امریکا و ایران را بندازن که فشار از سر نتانیاهو خارج بشه دیدیم که حتی در تگزاس هم برای نتانیاهو برای بایدن بحران سازی کردن بر صورت باید میدونم بایدن که بر صورت نقطه عطفی در روابط خودش با ایران هست و از زمانی که روی کار آمده پوانهای مثبتی رو به جمهوری اسلامی داده علاوه بر آزاد کردن صادرات نفت ایران به روزی سه میلیون و آزاد کردن پولهای های بلاکه شده بعید میدونم که بخواد مهره خودش رو در حال حاضر علیه نتانیاهو هدف قرار بده ولی خب مطمئنا ارازشه ولایه که طرفدار نتانیاهو در عراق یا در سوریه یا در لبنان رو هدف قرار خواهد داد و اصلا سیاست یک امر سیال هست شاید در لحظه آخر همه چیز تغییر کنه